فرض کنید پسورد ویندوزتون یادتون رفته و هیچ فلش دیسک، دیویدی ویندوز و هیچ چیزی هم نداریم که از اون استفاده کنیم بدون استفاده از هیچ ابزاری میتونیم پسورد ویندوز رو ریست کنیم؟ بله میتونیم با من امرو باشید امروز قرار بهتون آموزش بدم ولی شرط و شروط داره سلام من علی هستم وینسم جو کانچارهای کامپتره و خوش اومدید به یه آموزش دیگه امروز قرار با هم دیگه یاد بگیریم پسورد ویندوز از 7 به بعد رو بتونیم بدون استفاده از فلش یا هیچ ابزار جانبی دیگری ریست کنیم این نه دی دیویدی ویندوز داریم نه هایرنبوت داریم نه چی من قبلا یه ویدیو ساختم کامل در مورد این پروسه صحبت کردم لینکش رو اینجا با سطح میذارم اونجا با نرفزار هایرنبوت بود. بهتون یاد دادم ولی یه مزبره خیلی مختصرتر و کوتاهتر بدون استفاده از هیچ ابزار جانبی بهتون یاد بدم فقط یه نکته این روش قابل جلوگیریه یعنی من آخر این ویدیو بهتون یاد میدم که چجوری جلوی این روش رو ببندید که کسی نتونه از این روش استفاده کنه پس هوشیار این باشید که میشه جلوشو گرفت ولی اون روش های دیگر رو نمیشه جلوشو گرفت حالا بریم اصل قضیه رو بسرتون توضیح بدم ببینید برای ریست کردن پسورد هر دیوایسی یا هر سیستم عاملی فرقی نمیکنه لینوکس و ویندوز و مکش فرقی نمیکنه شما اگر به صورت فیزیکال پشت سیستم قرار بگیرید و بتونید سیستم رو ریبوت کنید میتونید اون مشکل رو حل بکنید میتونید پسورد رو ریست کنید حالا یا یه ابزار وارد میکنید از اون ابزاره استفاده میکنید یا از یه باگی که داخل خود سیستم عامله هست استفاده میکنیم ولی به صورت ریموت نمیشه این کار رو انجام داد اغلب این کارها به شرطیه که شما به صورت فیزیکال پشت سیستم باشید واسه همینه که ما سرورامون رو میبریم میذاریم تو اتاق سرور درشونو رو میبندیم امنیتش رو تعمین میکنیم که کسی فیزیکی نتونه پشتش بشینه و ریموت هم خیلی سخت در میشه خیلی از مواقع اصلا نمیشه خب پس من الان فیزیکال پشت سیستمم نشستم ویندوزم میخوام لاگین بکنم پسورد فرض میکنیم یادم رفته در این حالته که این روش ها جواب میده کسی نگه آقا ریموت چجوری میتونم استفاده کنم با این روش نمیشه حالا ما قراره چیکار کنیم قراره از یک قابلیتی که داخل ویندوز وجود داره موقعی که میخواید لاگین کنید کنار دکمه پاورتون یه گزینه وجود داره به اسم اکسسیبیلیتی آپشن که چند تا از اکسسیبیلیتی ها رو بهتون میده پشت صحنه این اکسسیبیلیتی یه برنامه ای رو اجرا میکنه به اسم یوتیلمن من ما میخوایم بریم از این یوتیل منه استفاده کنیم اونو تبدیلش کنیم به کامند پرامپت و این کاری که میخوایم رو انجام بدیم این آموزش رو زیاد شاید تو پیجای دیگه هم دیده باشید ولی من اینجا دارم کامل وسطون توضیح میدم بدونید قضیه چیه و آخر کارم بهتون میگم که چطوری میتونید رو بگیرید حالا بریم تو کامپیوتر اول یاد بگیریم ریست کنیم ببینیم که من چجوری این کار رو انجام میدم کامل دقیق به توضیحاتی که میدم دقت کنید بریم تو کامپیوتر خب حالا نها کنید من فرض بگیریم که این یوزر رو یادم رفته پسوردشو. ابزاری که ما میخوایم بریم ازش استفاده کنیم این ابزاریه که اینجا قرار داره یه ابزاری به اسم اکسسیبیلیتی که در اصیه فایل به اسم یوتیل من شما اینو بزنید یه سری اکسسیبیلیتی ها فعال میشه من از این گزینه استفاده کنیم و کاری کنیم که بتونیم پسوردمون رو ریست کنیم حالا چی کار باید انجام بدید کافی فقط کلید شیفت سمت چپ کیبوردتون رو نگه دارید روی منوی پاور بزنید و ریستارت رو بزنید همچنان کلید شیفتتون رو باید پایین نگه دارید تا کامتر ریستارت بشه و اینجا وقتی نوشت پلیز وید و شروع کرد این حلقه چرخیدن دیگه میتونید دستتون رو بردارید حالا باید وارد ترابل شوت بشیم وارد ادوانس آپشن بشیم و کامند پرامپت رو باز کنید دقت کنید کامند پرامپت رو توی مود ادمینیستریتور اجرا کرده و اگه توی این مود نباشه به درد نمیخوره حالا باید وارد درایوی بشیم که ویندوز ما روش نصبه برای اینکه وارد درایو لترهای مختلف بشیم فقط کافی اسم اون درایو لتر بعد علامت دو نقطه و اینتر رو بزنید من وارد درایو سی میشم اینجا حتما دیایار رو بزنید ببینید که آیا پوشه های ویندوز اینجا هست یا نه خب میبینید که نیستش اینجا پس قضیه اینه که ویندوز روی این نصب نیست وارد درایو دی میشم درایو بعدی دوباره دی آی آر میگیرم نه اینجا هم نیست درایو ای دو نقطه دی آی آر بله اینجاست ویندوز من تو درایو ای نصبه بر اساس اینکه چند تا هارد دارید میتونه متفاوت باشه من چون دو تا هارد دارم برای هارد دومم روی این کامپیوتر الان ویندوز نصبه اینجوری شده و دقت کنید که اگر دو تا ویندوز یا چند تا ویندوز داشته باشید کار واسه اون یه ذره سختتر میشه من اینجا یه دونه ویندوز دارم حالا باید وارد پوشه ویندوز وارد این پوشه و بعد وارد پوشه سیستم 32 بشم میزنم سی دی ویندوز اینتر وارد پوشه ویندوز شدم دوباره سی دی سیستم 32 وارد این پوشه میشم حالا باید از اون یوتیلمنی که بهتون گفتم استفاده بکنیم و اون رو با CMD جایگزین بکنید برای این کار چکار میکنید اینجا تایپ میکنید رن به منی رینیم اسم فایل هست utilman.exe فاصله تایپ کنید utilman 1.exe یه اسمی میذاریم که بعدا بتونیم به این برش گردونیم و اینتر رو میزنم خب این کار رو انجام داد حالا باید چیکار کنیم حالا باید بیایم cmd رو بیاریم بذاریم جای utilman پس چیکار میکنم دوباره تایپ میکنم رن فاصله cmd.exe فاصله utilman.exe اومد جایگزینه شد الان در اس اگه روی اون دوگمهه بزنم cmd اجرا میشه به جای اینکه utilman اجرا بشه درسته حالا این صفحه رو ببندید و کانتینیو رو بزنید خب حالا که ویندوز اومد بالا ببینید اگه من دوباره بیام روی این اکسسیبیلیتی بزنم چی میشه کامند پرامپت برای من باز میشه چون من رفتم کامند پرامپت و اسمش رو عوض کردم گفتم که اینجوری اجرا بشه حالا بعد چه دستوری تایپ کنیم اینجا کافیه تایپ کنید کنترل فاصله یوزر پسوردز 2 و اینتر خب پنجره یوزر اکانت واسه تون ظاهر میشه حالا ببینید اینجا من میتونم هر یوزری که میخوام مثلا یوزر ایکاجی من که ادمنستریتور هست رو ریست پسورد کنم ریست پسورد رو میزنم میتونید یه پسورد جدید تو سش بذارید میتونید پسورد نذارید اگه پسورد نذارید اوکی رو بزنید پسوردش ریست میشه اوکی میکنم الان دیگه باید پسوردش پاک شده باشه بدون پسورد بعد بتونم وارد شم یکی دیگر رو انتخاب میکنم این و پسورد رو نمیزنم اینتر میکنم همونجوری که دیدید تونستم پسورد رو پاک کنم خب فقط هوشیار این باشید که الان دیگه سی شما درست کار نمیکنه شما اگه سی دی رو بزنید و بخواید اجراش کنید اصلا اجرا نمیشه و برای اجرا کردنش باید از بعد دستور یوتیل من رو بزنید اگه خواستید که واسهتون اجرا بشه خب ما نمیخوایم اینجوری باشه میخوایم برگردونیم دوباره همه چیز رو به حالت اول اومدم داخل مشکلم حل شده پسورد میرم عوض میکنم هر کاری میخوام میکنم و بعد میام دوباره ساینوت میکنم و این کار رو انجام میدم خب تا اینجا یاد گرفتیم که ریست کنیم دیدید که تونستیم وارد چیم حالا میخوایم قضیه رو برگردونیم میخوام بریم تو کامپیوتر ادامه بدیم ولی قبلش اگه از این ویدیو خوشتون اومده اگه به دردتون میخوره ویدیو رو لایک کنید نظرتون رو برامون کامنت کنید دمتون گرم بریم تو کامپیوتر ببینید الان من روی این بزنم هر بار میخواد واسه من سی ام دی رو باز بکنه و دیگه سی ام دی وجود نداره پس دوباره کلید شیفت رو نگه میدارم روی این میزنم روی استارت میکنم دستم پایین نگه میدارم تا سیستم ریستارت بشه دستم ول میکنم وارد ترابل شوت ادوانس آپشن کامند پرامپت میشم دوباره همون کاری که کرده بودم رو برمیگردم این دفعه میدونم دیگه درایو به من ایه یه راست میزنم cd windows ویندوز حالا باید چیکار کنم کاری که کردم رو برگردم اول بیام یوتیل من رو دوباره تبدیل کنم به cmd.exe درست و حالا بیام یوتیلمن یک و دوباره بکنم یوتیلمن حالا همه چی برگشت به حالت اولش و دوباره پنجره رو میبندم و کانتینیو مشکل من حل شده خب همونجور که میدید ویندوز اومد بالا پسورد که ندارم این یوتیل دوباره برگشت سر حالت اولش و داخل ویندوزم برم CMD درست کار میکنه حالا همونجور که دیدید من تونستم پسورد ریست کنم و دوباره رول بک کردم هر کار خرابکاری که انجام داده بودم استفاده از اون باگ کرده بودم دوباره برگردوندم عقب اگه برنگردونید چی میشه دیگه سی دیتون اجرا نمیشه باید با یوتیل من اجراش بکنید خب پس همین فرق اساسیش اینه ولی بهتره که حتما برگردونید عقب حالا نکته اصلی میشه جلوی این روش رو گرفت من اگه کاری کنم که اون اکسسیبیلیتی آپشن اون پایین وجود نداشته باشه دیگه کس نمیتونه از این روش بخواد پسورد ریست بکنه درسته خیلی راحت میتونم این کار بکنم سه تا روش حداقل من برای برداشتن اون بلدم ولی میخوام ساده ترینش رو به شما یاد بدم ساده ترینش استفاده از رجیستریه بریم تو کامپیوتر بهتون یاد بدم چطوری میتونید با استفاده از رجیستری این کار رو انجام بدید کلیدی که من استفاده می‌کنم رو من توی کانال تلگرام واساتون میذارم و یه آموزشی که اینجا میذارم یاد دادم که چطوری از کلیدا استفاده کنید و بسازید و اینا تو ترفندکان بوده. پس بریم تو کامپیوتر بهتون نشون بدم چطوری می‌تونیم این رو غیر فعالش کنیم. خب حالا واسه غیر فعال کردن این روش چیکار می‌تونیم بکنیم؟ کافیه فقط وارد رجیستری بشید و به این مسیر بیایید کامپیوتر اچ ماشین سافر مایکروسافت ویندوز امتد من مسیر رو توی توضیحات واسهتون گذاشتم کلیدش رو هم حتی واسهتون گذاشتم که حالا تو ادامه توضیح میدم اینجا باید یه دونه کی جدید بسازید روی این رایت کلیک میکنید یه دونه نیو کی میسازید و M اسم کلید رو میذارید ام لاگان من اسمو توی توضیحات واسهتون گذاشتم حالا روی این قسمت کلیک میکنید میاد سمت راستش اینجا رایت کلیک نیو و یه دونه دی 32 دو بیتی میسازید اسم این رو هم باید بذارید برندینگ نوترال که توی توضیحات به گذاشتم و مقدارش هم برابر هشت میذارید و اوکی میکنیم حالا کافی رجیستری رو ببندید یک بار کامپیوترتون رو کنید و دیگه اون وجود نداره یه راه دیگه هم اینه که من این کلید رژیستری رو وسطتون گذاشتم فقط کافی رژیستری رو دانلود کنید یس رو بزنید روش اجراش کنید یس بزنید و تموم همون کار رو میره واسه انجام میده و اون کلید رو میسازه حالا کامپیوتر رو ریستارت کنید نتیجه رو ببینید خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاد دیگه اصلا اون دگمه اینجا وجود نداره که کسی بتونه ازش استفاده ابزاری کنه پس به این روش میشه جلوی اون رو گرفت که دیگه اون واسه کار نکنه واسه اینه که من میگم خوبه که روش های دیگر رو هم بلد باشید ولی حالا این رو هم بلد باشید بد نیست چون همه که نمیان جلوی اون رو بگیرن و اگر شما ادمین شبکه هستید پیشنهاد میکنم حتما این کلید رجیستری رو توی شبکهتون اجرا کنید که کسی اینجوری نتونه پسوردتون رو بشکنه هوشیار این قضیه باشید برای اینکه اون دو تا روش دیگر هم یاد بگیرید من یه مقاله انگلیسی توی توضیحات و گذاشتم دو تا روش دیگر هم اونجا توضیح داده اگر روش رجیستری براتون کار نکرد نتونستید از این روش استفاده کنید که این ساده ترینه اون دو تا روش دیگه بدونید که میشه شو گرفت امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و دوست داشته دو باشید اگر خواستید بدون ابزار پسورد ویندوزتون رو بردارید میتونید از این روش استفاده بکنید خیلی هم ساده است ولی من شدیدا توصیه میکنم که شما یه دونه فلش ونتوی داشته باشید که یه هایرن بوت روش باشه بتونید از اون هایرن بوت هر جلدتون خواست استفاده بکنید و خیلی کاربردهای دیگه داره که هم ونتوی رو قبل آموزش دادم هم هایرن بوت رو قبلا آموزش دادم لینک همشون رو تو توضیحات تون میذارم حتما به توضیحات ویدیو سر بزنید دستوراتی هم که نوشتم اینجا تو توضیحات به گذاشتم که کارتون راحت تر باشه همیشه توضیحات ویدیو منو سر بزنید دمتون گرم امیدوارم ویدیو براتون خود بشه سابسکرایب یادتون نره اگر تنو سابسکرایب نیستید چنل دوم ما رو دریابید که داریم آموزش های مقدماتی تر رو میگیم من قراره به زودی شروع کنم همه ابزارهای رایگان گوگل رو هم اونجا براتون معرفی کنم آموزش کامل دمتون گرم فعلا نگهدار